من جمله این حقایق این بود که همیشه صحبت این بود که جمهوری اسلامی برای انجام این ترور دستیارانی و یا جاسوسهایی رو داشته که تا به حال از اونها اسمی برده نشده بود و در این فیلم من مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو که در این ماجرا به اصطلاح همکاری میکرده و کسان دیگه ای رو که به صورت غیر مستقیم به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در رابطه با این مسئله اطلاعات میدادن در این فیلم معرفی کردم و همینطور مسائلی که در دادگاه مطرح شده بود و ما تا به امروز نمیدونستیم که پشت پرده این مسائل چه پروسه‌ای طی شده که دادگاه بتونه بعد از 4 سال تحقیقات نتایج خودش رو مبنی بر محکومیت در واقع سران نظام چه از نظر سیاسی و مذهبی رهبر نظام، رهبر مذهبی نظام آقای آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور وقت آقای رفسنجانی، وزیر امور خارجه وقت آقای دکتر ولایتی و وزیر اطلاعات رو اعلام بکنه و همینطور چندین تن از دستاندرکاران سپاه پاسداران رو که همه اینها در این قتل به اصطلاح تصمیم گیری مشترک کردند و محکوم شدند در این دادگاه. آقای نجم، من از همکارانم میخوام خواهش بکنم که چند دقیقه از فیلم مستند شما رو پخش بکنن، دوستان عزیز با گوشه هایی از این فیلم مستند آشنا بشن، بعد میایم پرسش های دیگری هست که بعد از اون با شما در میون میذارم. همین که من افتادم فتوه عبدالی هم افتاد، صورت به صورت من فاصله 40-50 سانت زیر میز، روی شکم، منم روی شکم افتاده بودم، دمر افتاده بودم زیر میز، دهن عبدالی پر خون بود و گوله به قلبش نشسته بود. دو تا رگبار مسلسل شلیک شد. بعد از دو رگبار یه لحظه سکوت شد و من همونطوری که افتاده بودم بدون اینکه تکون بخورم فقط این نگاه همو از همون جایی که افتادم اینطوری آوردم بالا به طرف اونجایی که مسلسل چیز ساده بود، میخواستم بینم رفته نرفته، من چیکار کنم، بلند شم نشم. در همون موقع یک دستی رو دیدم با کلت که در به طرف دکتر شرفکنی داره تیر خلاص میزنه. تو این فاصله همایون اردلان که دو تا گوله خورد و بیهوش شده بود به هوش میاد، سرشو بلند میکنه، این نفر دوم که بعداً معلوم شد عباس رایله میره بالای سر اون و اسلحه رو میذاره رو شقیقش، یه دونه گوله میزنه به مغزش. پزشکی قانونی بعداً میگفت اگر که این گلوله رو نمیزد احتمال هنوز زنده موندن همایون اردلان بود. تو این لحظه که موقع که من دیدم تیر خلاص به طرف شرفگندی اینا زده میشه، یک رعشه هستن من رفت و یک فکری جرقه تو کله من اومد، فکر میکردم که اینا به تک تک ما تیر خلاص خواهند زد، ولی اینطوری نشد. اینا فرار کردن و لحظه بعد من صدای مهدی ابراهیم زاده رو شنیدم که اسم میرراشد رو صدا کرد و بعد اسم من رو پرویز صدا کرد و بلند شد و ما هم پاشدیم. همین که من بلند شدم اولین عکس عملم این بود که بودم به طرف تلفن و به پلیس تلفن بکنم. خیلی عجیب بود، من هیچ وقت یادم نمیره که من مطمئن بودم که پدرم به هر حال نمیمیره. اولین چیزی که دیدم نورید افردی بود که رو میزش هنوز رو صندلی نشسته بود، افتاده بود روی میز و این لیوان آبجو زیر صورتش به اصطلاح به اون افتاده بود و به اون تکیه داشت. لیوان پر خون بود، صورت و سینه نوری پر خون بود و نفس میکشید، خرخر میکرد. من
نمیستم چیکار کنم. یعنی یه احساسی که اومدم یه لحظه رفتم جلو، رفتم که اینو بغلش کنم، بخواستم کمک کنم، ولی یه مرتبه از مغزم یه جرقه زد که دست بهش نزن، چون ممکنه تو یه کاری بکنی که بعدم باعث مرگش بشه. من که نمیستم باید چیکار کرد، برای همین دستم فوری دستم تا صورتش رفت که صورتش رو بگیرم تو دستم، ولی کشیدم فوری عقب. مادرم به من گفتش که پدرت رفته و دیگه بر نمیگرده. به اون لحظه یادمه که دویدم دم پنجره و گفتم، یعنی جیغ میزدم که نه. تو این فاصله آتش نشانی اومد با پزشک. اولین کاری که کردن رفتن کسانی رو که گوله خورده بودن معاینه کردن و سه نفر در جا کشته شده بودن. نوری هنوز زنده بود، نوری رو منتقل کردن به بیمارستان و بعد پلیس اومد همونجا شروع کرد بازجویی کردن از ما و تا حدود ساعت 12 ما در همون رستوران نشسته بودیم و بازجویی می‌شدیم. در حدود ساعت 4 صبح بود که یه 10 دقیقه بازپرس من از اتاق رفت بیرون و استراحت و اینها، برگشت گفتش که نوری دهگودی هم فوت کرده در بیمارستان. بعد همونجا که نشسته بودم اتاق توی پنجره داشت، یه مدتی از پنجره بیرون نگاه میکردم. در حدود ساعت 6 صبح بود، همین حدودا بود، شهره ودیدی رو دیدم، همسر نوری دهگودی رو تو راه رو. بعد هم دیگه رو بغل کردیم و حالا اون گریه میکنه شدیدن، این که اگر آره نوری اتفاقی بیفته من چیکار کنم. بله، گوشه هایی از فیلم مستند ترور در برلین ساخته آرمان نجم که امشب در شهر برلین مهمان ما هستند. آقای نجم، شما خب به تبع شخصیت ها و چهره های گوناگونی گفتگو داشتید، همه به یه نحوی در این فیلم قرار گرفتن. چگونه این شخصیت ها رو انتخاب کردید؟ بر چه اساسی به سراغشون رفتید و این گفتگوها رو برای تهیه فیلم انجام دادید؟ من میتونستم با بسیاری کسانی صحبت کردم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این رابطه کار کرده بودن یا فعالیت کرده بودن یا تحقیق کرده بودن یا مقاله‌ای رو نوشته بودن یا کتابی رو، اما بیشتر هدف من این بودش که از این به اصطلاح حوزه دورتر به حوزه نزدیکتر بیام و با بازماندگانی صحبت بکنم که به صورت مستقیم در این حادثه موندن و زنده موندن. به عنوان مثال پرویز دستمالچی، در همونطور که در فیلم دیدید هنگام ترور در رستوران بوده و به صورت معجزه آسایی زنده مونده. و مسائلی رو که پرویز برای من تعریف میکرد بسیار جالب بود و من سعی کردم که مطالب اون رو، مطالبی رو که پرویز تعریف میکنه از ماجرای میکونوس، در رابطه در واقع انتقالش بدم به فرزند نوری دهکردی، سارا دهکردی، و ببینم که اون در حال حاضر که 20 سال همونطوری که گفتم از واقع میگذره به این جریان چگونه نگاه میکنه.